طالبان ادعا کردند که گفتگوهای غیر مستقیم آنها با ایالات متحده در قطر جریان دارد و مقامات آمریکایی با اعضای اسبق این گروه دیدارها را آغاز کردند. بر بنیاد گزارش شبکه NBC یک فرمانده طالبان تایید کرده است که قرار است نشست دیگر این گروه با مقامهای آمریکایی در امارات متحده عربی اتفاق بیفتد، اما حکومت افغانستان آغاز هر گونه گفتگو با طالبان را که به رهبری حکومت افغانستان نباشد غیر قابل قبول دانسته است. از سوی هم شورای عالی صلح کشور بر گفتگوهای پنهانی نمایندگان طالبان با مقامهای آمریکایی واکنش نشان داده و تاکید میکند که اگر مذاکرات صلح بین الافغانی نباشد نتیجه بخش نخواهد بود. محمد اکرم اقبالباک رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح میگوید طالبان باید با افغانها وارد مذاکره شوند. او گفت که حکومت افغانستان حاضر است که برای گروه طالبان در هر گوشه ای از جهان که خواسته باشند دفتر ایجاد کند و دور میز گفتگو بنشیند. در پی افزایش ناامنی ها در کشور، مجلس نمایندگان امروز شنبه وزیران دفاع ملی و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را برای پاسخگویی به مجلس فراخواند. این مسئولان امنیتی اما برای پاسخدهی به مجلس حاضر نشدند. وزارت دولت در امور پارلمانی در نامه‌ای به مجلس نمایندگان نگاشته است که سران نهادهای امنیتی به این وزارت گفتند آنان هفته پیش در نشست فوق‌العاده کمیسیون‌های امنیتی مجلس نمایندگان شرکت کرده، پاسخ‌های قناعت بخشی به آنان دادند و اکنون به دلیل مصروف بودن در مدیریت جنگ نمی‌توانند به مجلس حاضر شوند.